خب من موضوع بحثم فصل، یعنی دو تا فصل کتاب هست بعد از صحبت های احمد جان که در مورد کیاس صحبت میکنه، نظریه آشوب، چیزی که خب جزء کامپلکس سیستم به حساب میاد، سیستم های پیچیده و رد پاش حالا توی فیزیک گرفته تا روانشناسی و اقتصاد و اینها هست. و شاید اولین سوالی که پیش بیاد قبل از اینکه برسیم اینکه خود کیاس یا آشوب چی هست، اینه که چرا توی این کتاب داره در مورد این موضوع صحبت میکنه. بولا جان خود... فقط اگر اسلایدات رو حالت اسلاید شو بذاریم ما بزرگتر میتونیم ببینیم. آه مرسی، حتما ممنون. خود نویسنده بر این عقیده است که دو تا دلیل آشوب رو به بحث اراده آزاد که موضوع محوری کتاب پیوند میزنه. یکی این که ادعای فلاسفه و حالا کسان دیگری در همین حوزه فلسفه ذهن و روانشناسی و نورسایکولوژی و اینها این هست که آشوب اگر پاش به میون باز بشه به دو دلیل میتونیم از فری ویل هم صحبت کنیم بعدش. دلیل اول اینه که اگر از یه چیز ساده ما شروع بکنیم و بعد یه رفتار خیلی پیچیده و غیر قابل پیش بینی از اون چیز ساده استنتاج کنیم و استخراج کنیم، خب این شبیه فری ویل دیگه. یعنی مثلا سیستم خیلی منظم و ساده است، بعد یهو میزنه دیوونه میشه و یه کار عجیب میکنه. این شبیه آدمان که مثلا دیوونه میشن و تصمیم میگیرن و اینا. پس این دوتا به هم شباهت دارن. و دلیل دوم هم حالا شبیه همینه، فقط از جنس گذشته است. یعنی اگر یک اتفاقی که پیچیده است و الان باش مواجهیم نتونیم بفهمیم از چه حالت ساده و مشخصی ایجاد شده و نتونیم اون حالت واحد گذشتش رو متوجه بشیم، این حالت هم از تعین و دترمینیستیک بودن خارجه و انگار که یه حالتی که دم دست ما نیست خودش رو رسونده به این حالت پیچیده‌ای که الان در سیستم میبینیم. پس اینجا هم در واقع پای فری ویل وسطی، یعنی یه جایی تعین از دست ما خارج شده و سیستم یه ریتم پیچیده‌ای بر خودش گرفته. استدلال نویسنده اینه که به این دو دلیل نوروسایکولوژیست ها و فلاسفه ذهن که حالا اسم میبره ازشون ادعا میکنن، پاشونو کردن توی این کفش که آقا پس اگر کیاس هست، اگر آشوب علمیه و وجود داره و داریم ازش حرف بزنیم، حتی فری ویل هم هست دیگه، حالا فعلا نظریه پردازی نشده ولی شاید فردا بشه. به خاطر همین نویسنده کیاس رو مطرح میکنه، یه مقدمه شیرینی راجبش میگه که حالا بشناسیمش و بعد رد میکنه این دوتا ادعا رو. یعنی در فصل ششم ادعاش اینه که حالا که کیاس رو شناختیم بیاییم ببینیم که این حرف اینا بیراهه یا نه حق دارن. طبیعتا میخواد نشون بده که بیراه میگن، یعنی کیاس ربطی به فری ویل نداره، ولی برای اینکه اینو نشون بده باید خب راجع به کیاس تاریخچش و چیستیش صحبت کنه که این هدف فصل پنجمه که الان میخوام در موردش صحبت کنم. خب اول مفهوم که باید بدونیم دترمینیستیک بودن یه سیستم. ساپکوفسکی میگه که حالا شما مثلا بیای یه معادله ریاضی بذار x مساوی y به اضافه 1، یه چیز دو مجهولی خطی ساده، بعد بیا بگو مثلا x به اضافه 1 چنده. یعنی سوال میخوای بکنی راجع به اینکه x به اضافه 1 چند. میگه حالا مستقل از اینکه چنده، این جهانی که تو ساختی با این دوتا رابطه ریاضی خاصیت هایی داره. خاصیت اولش اینه که اون حالت اول starting state همه استیت های بعدی رو می سازه. یعنی اگه y 7 x 8، اگه y 10
x11 و x به اضافه x12، یعنی در واقع با دونستن y به خاطر این باندی که بین x و y شما ایجاد کردید دیگه همیشه نتیجه رو میدونی، هیچ وقتی این وسط اطلاعاتی میس نمیشه. این ویژگی اصلی دترمینیستیک بودن یه سیستم، یعنی اطلاعات جد دست نمیره، همیشه حفظ میشه، همیشه از همون حالت های اولیه به دست میاد. ویژگی دوم اینه که برای اینکه یه چیزی رو به دست بیاری هیچ نیازی به پله های میانی نداری، یعنی intervening steps، اون پله هایی که اون وسط رخ میده. اگه x اول 10، y 9، همیشه این رابطه بینشون هست، این معادله خطی، یعنی شما دیگه برای مثلا فردا و پس فردا نگران نیستی، لازم نیست که یه پله به پله سیستم رو پیش ببری ببینی چه بلایی سر متغیرها میفته میاد. شما یه رابطه داری که هر زمانی بخوای بهش استناد میکنی و مثل قانون اساسی دقیقا مطابق این نسل داره جلو میره و هیچ نگرانی وجود نداره. مسیری که از بین هر دوتا استیت رد میشه واحده، یعنی در واقع هیچ خلل و فرجی توش نیست که مثلا بگیم این از این راه رفته اونی که از راه دیگه رفته. عشان همیشه x به اضافه 1 مساویه در واقع y به اضافه 2ه. شما y رو بدونی میتونی x رو به دست بیاری. و نکته آخر اینه که حتی اگه حالا 1 تا 3 در مورد این بود که ما y رو بدونیم، حالا تا اول رو بدونیم، ویژگی چهارم اینه که حالا ایگرگ رو ندونیم، فرض کنیم ندونستیم ایگرگ چنده، میگه حتی اندازه عدم قطعیتت هم ثابته. خیلی وقتا پیش میاد با تو زندگی چیزا نمیدونیم، مثلا یه ازدواجیه، یه چه میدونم پیشبینی رفتار آدم هاست و اینو ما نمیدونیم به چه شکلی هست، عدم قطعیتی راجبش داریم. میگه اندازه این عدم قطعیت هم خیلی بالا و پایین نمیشه، یعنی هر وقتی که شما به سیستم مراجعه کنی این عدم قطعیت هم چیه؟ ثابت. و خیالت راحته که حداقل حجم جهل و نادانستنت از سیستم افزایش پیدا نکرد. خب دترمینیزم یعنی تعین پذیری، یعنی اینکه سیستم تعین پذیر باشه، ما بتونیم یک نظم درونی براش تعریف بکنیم که بعد بتونیم این نظم رو مطالعه بکنیم، خیلی راحت میانجامه به چی؟ به تقلیل گرایی، ریداکشنیزم. یعنی اینکه این سپله‌ای که اینجا نوشته، یعنی که شما سیستم رو به اجزاش تجزیه بکن، ولی اجزا رو مطالعه کن، بعد این مطالعه ها رو رو هم بذار و میفهمی که سیستم چی بوده. یعنی اگر یه سیستم پیچیده داری کوچولو کوچولوش کن، بخشای کوچولو رو مطالعه کن، بعد این یافته ها رو روی هم بگذار و خب تبریک، تو تونستی سیستم رو مطالعه کنی. یه استعاره جالبی هم که حالا به کار میبره، استعاره ساعت و ابر، میگه ساعت قدیمی قرن 18 و 19 پشتشون یه سری گیر داشتن. حالا اگه علاقه من باشید به مثلا این دیزاین های قدیمی اونا میتونید سرچ کنید و ببینیدش دیگه، یه سری دنده دارن پشتشون و میگه حالا مثلا شما ساعتت خراب شد چیکار میکنی؟ پشت اینو باز میکنی و دنده خرابو پیدا میکنی، درستش میکنی، میذاری سر جای ساعت، درست میشه. ولی مثلا اگه یه جای بارون نیاد، یه جای ابرها بارانزا نباشن، شما نمیتونی بری اون ابر خراب رو پیدا بکنی بگی این مشکل ساز بوده، میارمش پایین و به جاش یه ابر درست میذارم و مشکل آب، مثلا مشکل بارون حل میشه. علتش چیه؟ علتش اینه که ساعت و آدمیزاد ساخته حالا با دید ریداکشنسی ماشینیستی خودش و دقیقا گیرها کار کرده مجزای خاص خودشون رو دارن، در حالی که توی سیستم های طبیعی، توی سیستم های منتال، ذهن انسان
کارکرد مثلا ابر و باد و مه و اینا، این در واقع استعاره گیر یا دنده، استعاره ماشین که یه سری قطعاتی داره، خب کار نمیکنه، درست کار نمیکنه. و به خاطر همین اون ریداکشنیزمه سر جای خودش که ابژه های علمی هستن، مخصوصا ابژه های علم فیزیکی هستن، چیز باحالیه و خیلی پیشرفت دارم ایجاد کرده، ولی نمیتونیم تعمیمش بدیم به مثلا کل طبیعت. خب این نتونستنه سبب شد که اصلا کیاس به وجود بیاد. یه داستانی داره، ادوارد لورنس یه هواشناسی بوده، خیلی علاقمند بوده به اینکه بتونه هوا رو پیش بینی کنه با دقت زیاد. میره نهار، یه پروگرامی رو ران کرده بوده رو لپتاپش، رو خلاصه داشته نتیجه میگرفته، یه پروگرام خیلی مثلا سنگین 12 متغیره خیلی مثلا پیچیده، و وقت نهار میشه میره میاد و این میون کامپیوتر برای اینکه مثلا گرد بکنه عددا رو، این مجبور میشه دوباره مثلا اینپوت ها رو وارد دستگاه بکنه چون میره نهار بزنه و برگرده و اینا، و مثلا یه عدد رو اینجا 500 و در واقع تو اعشار 5 0 6 127، این عدد اصلی بوده، اینو کامپیوتر گرد میکنه، 127 شو میندازه تا 3 رقم اعشار اینو گرد میکنه، و لورنس هم نمیفهمه چی شد دیگه، حالا یه کاریه که تو کامپیوتر پیش میاد. دوباره ران پروگرامو میزنه و یه حالا پترنایی داشتن از قبل که چه اتفاقاتی میفته، یه اتفاقات خیلی عجیبی به جای اون پترن میفته که اینجا تو این شکل میبینیم، این شکل اوریجینالشه، یعنی از اون الگو کاملا تخطی میکنه حالا نتیجه برنامه، و به خاطر سرق اعشاری که تو میلیونیومه. و خب این لورنس اولش خب میگه شاید یه چیز چرتی بوده، حالا چیز خیلی مهمی نبوده، ولی بعد توجهشون به این موضوع کلا جلب میشه، یعنی میگن نکنه یه سیستمی ما داریم که به مقادیر اولیه خیلی حساسه، خیلی بیش از حد حساس، یعنی مثلا یه دهم یکی از اعشارا شما جابجا میکنیم بلایی سرش میاد که اصلا خیلی عجیبه. و من فیدبک بگیرم، صدا خوبه همچنان؟ مشکلی در صدا که چون من پیام و اینا رو اینجا نمیبینم اگر. نه عالیه صدا، همه چی خوب، هر موقع مشکلی بود من خواهم بود. آره مرسی. بنابراین اولش خودش گیج و اینا که این داستان چیه، و خب چون ما به سیستم های خطی عادت داریم، لورنس هم مثل ما، یعنی مثلا عادت داریم اگه یه جا یه 2 اشتباه میکنیم، یه 3 اشتباه میکنیم، ریزالت همونم یه 3 یه 4 حالا دیگه تهش یه 10 اشتباه بشه، نه اینکه مثلا دیوونه بشه اصلا یه کار دیگه بکنه، یه فانکشن دیگه تحویل بده به خاطر یکی دو تا عدد و رقم. فرض کنید تو کارهایی که میکنیم آمار و فلان و اینا، مثلا یه عددی یه خورده اشتباه وارد کردیم، انتظار نداریم کلا مثلا نتیجه بگیریم که استراب باعث مثلا سرخوشی و مثلا حال خوب میشه، که یعنی انتظار نداریم که ریزالت ها کاملا چپه بشن، ولی خب این اتفاق در یک سیستم های میفته، یعنی با تغییرات کوچک در مقادیر اولیه crazy divergence، یعنی واگرایی های دیوونه کننده، واگرایی وحشی خارج از سازمان رخ میده، unpredictable این رفتاری که سیستم داره نشون میده. این از هواشناسی اومد و بعد رفتن دیدن که تو فیزیک هم همینه، مثلا یه پرابلم کلاسیکی در فیزیک هست مسئله سه جسم، دیدن که یک تغییرات بسیار کوچیکی توی حرکت زمین و ماه و خورشید میتونه کل سیستم رو وحشی کنه، مثلا سیستم عوض کنه، یعنی همه اینا ببرن بخورن تو همدیگه آخر و زمان بشه، به خاطر یک مثلا
یک سانت جابجایی از مدار توسط یکی از اینها، در حالی که تو سیستم دو جسم اینجوری نیست، یعنی فقط مثلا زمین و ماه باشه خیلی راحت معادلات حرکتیش، یه نیروی گرانش اینم دورمون میچرخه دیگه، ولی وقتی دو رو میکنی سه به خاطر تأثیرات مرتبه بالاتر، این مثلا وجود ماه رو حرکت زمین و خورشید تأثیر میذاره، وجود ماه رو گرانش از خورشید به زمین تأثیر میذاره، به اینا میگن تأثیر مرتبه دو، تأثیر مرتبه سه میاد وسط، اصلا یه آشی میشه که نمیشه جمعش کرد. و این ویژگی سیستم های نان لینیر، یعنی سیستم اصلا خطی نیست، با یه تغییر کوچیک نمیتونی انتظار داشته باشی که نتیجه هم کوچیک باشه، اکسپوننشل دایورجنس، اصلا نتیجه تغییرات نمایی پیدا میکنه، به شکل توانی تغییر پیدا میکنه. خب اینو ترمینولوژی که لورنس و حالا بعدن همکارانی که در ریاضی محض و اینا پیدا کرد که اینو بتونن خود بهتر مطالعه بکنن بهش دادن، الان هم میتونید مثلا راجبش با همین ترمینولوژی سرچ بکنید. یکیش همین سنسیتیو دیپندنس به شرایط اولیه، یعنی یه وابستگی حساسی به شرایط اولیه وجود داره، همیشه اینجوری نیست، مثلا اینکه من چه جوری حرکت میکنم خیلی به مکان الانم ربطی نداره، اونقدر ربطی نداره که بخواد یه متر جا به جایی من همه چیزو عوض کنم، ولی تو سیستم های کیاتیک هست. یا مثلا یک مفهومی در ریاضی داریم به نام اترکتور یا جاذب، یعنی اون نقاطی که در واقع سیستم هر جا بره به اون نقاط برمیگرده، مثل مجرم که به محل جرم برمیگرده، این نقطه‌ای که اینجا می‌بینیم مثلا یه جاذبه، در واقع حرکت نقاط شکل به شکلی که به هر حال به این نقطه تعادل برمیگرده. اما لورنس اومد اینو تغییر داد، گفت ما در کیاس با استرنج اترکتور طرفیم، یعنی اترکتور هست، جاذب هست، ولی یه جوریه که یه خورده هول ما بدیم به سیستم از اون جاذب در میاد و تکونهای عجیب و غریبی میخوره، کاملا آشفته میشه، که در سیستم اترکتور عادی ما اینو در واقع نداره. خب این بخش تئوری اولمون. حالا برای اینکه نه در عمل یه خورده بهتر بفهمیم، یه مثال هندسی جالبی میاره که خیلی چیزا رو نشون میده، بهش میگه chaos you can do at home، یعنی یه chaos بی ضرر رو حالا بدون تجهیزاتی که آدم تو خونه میتونه ببینه و بفهمه داستان به چه شکلی. یه صفحه در نظر بگیرید که نقاط یا میتونن توش پر باشن یا خالی، یا سیاه یا سفید، و ما خط اول رو میچینیم، بعد میریم راجع خط بعدی قانون میذاریم. مثلا قانونای خیلی ساده میشه گذاشت که خیلی مسخره بشه، مثلا اگه بالا سریش سیاه بود پایینش هم سیاه باشه، اگه بالا سریش سفید بود پایینش هم سفید باشه، میتونید پیش بینی کنید که یه چیز خطی میشه، این همه سیاه و همه سفید، یعنی تا ته همین شکل رو ما خواهیم داشت که ارزش مطالعه نداره، خیلی ساده و پیش بینی پذیره. یا میتونیم برعکس بزنیم، مثلا اگه سیاه سفید شه، اگه سفید سیاه شه، که این میشه این ریزالتی که کتاب آورده این شکلیه. این هم خیلی بامزه نیست، چون مشخصه تا ابد چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اما یه قانونی که بامزه تره رول 22، قانون شماره 22، یه خورده مثلا بهش فکر کردن و یه اتفاقات عجیبی رو رقم میزنه. این که خونه ای رو پر کن که از ستای بالایش فقط یکیش پره، مثلا ببینید این سفیده، بالا سریاش دوتاش پره، دوتا حساب نیست شده سفید، این سیاهه، بالا سریاش این سفیده، این سفیده، این سیاه، پس شده سیاه. حالا برای دو طرف سر و تهش هم، حالا درسته که دوتا خونه هم، ولی اوکی ما همه قانون استفاده میکنیم، مثلا اینجا این یک سیاه یه سفید جمعش شده سیاه، اینجا یه سفید چون دوتا سیاه بالا سرش بوده. پس قانون 22 میگه خونه رو سیاه کن اگه از سه تا بالا سریش، یعنی یک مستقیم بالا سرش و دوتا همسایه هاش، یکیش فقط سیاهه. خب حالا میگه بیاید ما سه تا حالت اولیه مختلف رو در نظر بگیریم.
اولین شکلی که در نظر میگیری یه چیز رندوم این تیپیه، خط اول و اینیشیال کاندیشنه دیگه، شرط اولی میچینه، این شرط اولیه، چون و چرا نداره، نمیتونی بگی چرا این، من دلم خواسته اینو بچینم، ولی بعدش رو با رول 22 باید در بیاری. میام مثلا این میشه سیاه، این سه تا سیاه با سرش میشه سفید، این دو تا سیاه میشه سفید، تا آخر پر میکنم. اینو که پر کنی مثلا 250 تا خط بری که یه آدم بیکاری رو میخواد، این میشه ریزالتش، که یعنی چی؟ یعنی کیاس مطلق، هیچ نظمی در این وجود نداره، خیلی سیاسفید کرکسیفی است. ولی اگه از این شروع کنیم، یعنی یه دونه تق بذاریم اینجا، خب این فقط سیاه میشه، یعنی اونایی که بالا در واقع یه جوری زیر اینن سیاه میشن، بقیه سفید میشن اینجوری، بعد باز این بزرگتر میشه، بزرگتر میشه تا کلش سیاه میشه، بعد که کلش سیاه میشه کم میشه تا کلش سفید شه، بعد دوباره همین ریتم ایجاد میشه و 250 تا خط که میزنیم این الگوی خوشگل رو میبینیم، یعنی یه پترن منظم کریستالی داره تحویل میده. و حالت سوم اینه که کلی سیاه داره ها، یعنی انتظار نریم این چیز چرتی باشه، چیز بدی باشه، ولی یه جوری چیده شده که همش سفید میشه، چون هیچ کدوم یه دونه سیاه بالا سرشون نیست، هم که سفید چه بعدی هم سفیده، بعدی هم سفیده، و این اکستینکت میشه، منقرض میشه. یعنی اگر ما اینو یه گونه جانوری، حالا در یه استعاره یه گونه جانوری در نظر بگیریم، این همینجا اکستینکت شد، خدافظ. بنابراین با سه تا شرط اولیه متفاوت ما به سه تا پترن کاملا متفاوت، اکستینکشن پترن، کریستالایز پترن و کیاس مطلق رسیدیم. آیا میشه گفت توی این سیستم ما الگوریتم داریم؟ یعنی یه چیز ماشینی داره رخ میده؟ نویسنده میگه نه، اینجا یه ریپروداکشن رول داریم ولی الگوریتم نیست. چرا؟ چون کیاتیکه، یعنی توسعه‌ای که این سیستم پیدا میکنه به طور حساسی به شرط اولیه وابسته است، به شکلی که یه ارگانیک پروفایل ساخته میشه. یعنی تو هر حالتی اگه اینو به دیده موجود زنده نگاه بکنیم، یک پترن های کامپلکسی رو داره تولید میکنه که انگار یه موجود زنده است، یکیش منقرض شده، یکیش خوشگله، یکیش خیلی کج و کوله است، و این ماشین الگوریتم میدونست. اگه از استعاره‌های زیست شناسی استفاده کنیم، اینجا انقراض رخ داده، میوتیشن حتی ممکن رخ بده، در حالا اسلاید بعدی نشونتون میدم. به این جدولا میگن سلولار اتوماتون، که حالا 256 تا رول بامزه داره، ما فقط شماره 22 شو از تو کتاب به آریا گرفتیم آوردیم. 256 تا از اینا حالتا داره که میتونید نگاه کنید و جالبه، و تازه این یه بودیشه دیگه، یعنی هر خطی متأثر از خط قبلیشه. یه حالت دو بودی هم داره که شاید شنیده باشید، بهش میگن گیم آف لایف، مال کانویه، و در واقع اینجوریه که مثل چیزی که اینجا تو شکل میبینید، خونه ها دو بودی هن و با یه دستورالعملی خیلی ساده ای، مثل همین که مثلا اگه دو تا چپش سیاه سفید بشه، اگه یه دونه سیاه مثلا سیاه بشه و غیره، شکل تولید میشه و شکل حرکت میکنه، پروانه داره بال میزنه، منقرض میشن اون وسط، یهو ریپرودیوس میکنن خودشونو، تولید مثل میکنن یهو زیاد میشن. یعنی با یه الگوی ریاضی ساده میتونیم اینها رو در واقع ببینیم. در واقع اگر در یه میان پرده بخوایم به مفهوم این سلولار اتوماتون برسیم، نکته مهمی که در این شکل‌ها دیدیم چیه؟ اینه که شما نمیتونی یه چیزو پیش بینی کنی. یعنی یه شکل خیلی ساده‌ای مثل این داری، این سومی رو نگاه کنید، اینو کی میتونه بفهمه که این اکستینکشنه در نگاه اول، این پترن اصلا نمیشه فهمید. و این ویژگی اصلی کیاس، یعنی شما از اصطلاح march through every intervening steps استفاده میکنی، یعنی شما برای اینکه بفهمی چه اتفاق میفته باید تک تک این قدم ها رو خودت ورداری بری جلو، نمیتونی پردیکت کنی، و این unpredictability ذاتی آشوبه. این در مورد اون پرابلم اولیه که فریویلیا دبه میکنن و میگن اگه ما
خلاصه نتونیم چیزی رو پیش بینی کنیم، پس این فری ویله. حالا اینو داشته باشید. یه کوچولو هم راجع به پرابلم دوم صحبت کنم رو همین سلولار اتوماتون و بعد جنبندیش کنم که نظر فلسفی اونها رو چجوری میخواد نویسنده رد بکنه. برگردیم به سلولار اتوماتون. یه سوال دومی که میپرسه اینه که به نظر شما این 4 تا حالت اولیه با همون رول 22 کدوم یکی از اینا به یه حالت کانورج میکنه؟ یعنی نهایتاً 200 تا از این شکلا رو بکشیم، 1 و 2 هن که شبیه هم میشن، 2 و 4 هن، 3 و 4 هن، کدوم یکی از این هست؟ دوتاش کانورج میکنه. من میدونم، یعنی نویسنده میدونه، به شما نمیگه، میگه از کجا میدونی که میتونی بفهمی و نگاه کردن به این شکل ها که کدوم یکی از اینا یکی میشن؟ و داشتنی که خب مشخصا نمیشه فهمید، یعنی شکل ها اونقدر به هم شبیه نیستن، اونقدر هم از هم متفاوت نیستن، نمیشه فهمید که کدوم شکل ها به یک فاینال استیت کانورج میکنن، همگرا میشن. بنابراین دونستن فاینال استیت، یعنی میگه فاینال استیت پترنی شما آوردی، میگی من اینو ساختم، به شما این قدرت رو نمیده که استارتینگ استیت رو حدس بزنی، چون ممکنه از هر کدوم از اینا از 1 اومده باشه یا از 2 اومده باشه. و این دقیقاً یعنی چی؟ یعنی همون سوالی که پرسیدن فری ویلیا، یعنی اینکه آشوب به شما اجازه این رو میده حالتی داشته باشی که فاینال استیت رو میدونی ولی نمیفهمی از رو فاینال استیت که کدوم استارتینگ استیت به این رسیده، 1 بوده 2 بوده 3 بوده، پس لابد این وسط یه فری ویلی رخ داده. پس اینم اون حرف دومی که زدن. و یه مورد بامزه دیگه هم که هست استعاره جهشه به عنوان بیولوژی. میگه این شکل رو در نظر بگیر، این شکل توی ردیف سومش منقرض میشه، یعنی همش سفید میشه. حالا اگه بیایم در باکس 20 یه دونه کوچول مربع بذاریم، یعنی این همینه فقط یه دونه مربع سیاه علاوه بر این داره، life happens، یعنی در واقع اون ریشه ها دونده میشن و این یه چیز خارق‌العاده‌ای میشه. یعنی حالا اینو به عنوان استعاره جهش، به عنوان فهم ساختار هندسی ریاضی بیسیک جهش معرف میکنی، یعنی یک در واقع جهش رو ما نمیتونیم بفهمیم در سیستم های لینیر که چطور یه دونه کروموزوم یه دونه بالا پایین در واقع در پاسخ به آداپشن محیطی باعث میشه که زمین تا آسمون و موجوده فرق کنه، نمیتونیم اینو بفهمیم، ولی اینجوری میتونیم بفهمیم. توی سیستم نان لینیر این اتفاق مرسومه، یعنی وقتی که یه اینیشیال کاندیشن یه کوچولو دست میزنی اتفاقات عجیب غریبی در فاینال استیت میفته. خب این از فصل 5 بود. فصل 6مون خیلی کوچیکه، یعنی در واقع ما دو تا ادعا در فهم آشوب مطرح کردیم، یکی این که چطور اگر یه سیستمی خیلی ساده و منظم از توش یه چیزهای عجیبی رخ میده، پیچیدگی های عجیبی رخ میده، چرا فری ویل نباشه؟ مگه فری ویل مثلا همینه دیگه، چرا اذیتمون میکنی؟ و نکته دوم این که اگر یه حالتی دارم که نمیتونم گذشتهشو اسلافشو بشناسم، نمیدونم بفهم این فیله پدر مادرش فیل بودن یا اورانگوتان بودن، اینم یه جوری فری ویل نیه، یعنی یه جایی سیستم خودش رو در واقع به دست خودش جلو نبرده، تصمیم نگرفته برای خودش، ارادی تصمیم نگرفته برای خودش. این دوتا سوالیه که دوتا کلیمیه که در مورد فری ویل و رابطش با کیاس مطرح شد. حالا الان نویسنده میخواد اینا رو رد بکنه. اینجا باز دوباره بیانی از همینا رو میبینید در دیدگاه فلاسفه ذهن، اینکه فری ویل همون کیاسه، همون lack of predictability. الینبرگر میگه به خاطر آشوب دترمینیسم لاپلاسی که اصل حالا فیزیک و الکترومغناطیسه نمیتونه به طور مطلق رخ بده و بنابراین سوال شانس و آزادی دوباره باز میشه. و فارمر میگه در سطح فلسفی آشوب یک راه کارکردی خوبه برای اینکه اراده آزاد بتونه ازش بکشیم بیرون. بنابراین اینا دارن مخالف نویسنده صحبت میکنن، معاصر هم هستن و کاملا خبره، بنابراین بحث ساده ای نیست که همه متفق القولن، ولی نویسنده با اینا موافق نیست.
و چرا موافق نیست؟ چون که میگه اینا یه کریتیکال میستیکی که دارن میکنن، اینه که اشتباه اساسی که دارن مرتکب میشن در تئوریشون اینه که دترمینیزم رو با پردیکتبیلیتی یکی میگیرن. یعنی میگن سیستم کیاتیک ما قبول داریم که پردیکتبل نیست، چون هر قدمش یک اتفاقات خارق‌العاده‌ای رو سبب میشه، اما این یعنی اینکه دترمینیستیک هم نیست، یعنی نظم درونی قانون هم نداره. به اعتقاد نویسنده و به نظر منم این بحث حداقل اینجاشو نمیشه ایرادی گرفت و کاملا ریاضیات درستی داره. این دوتا با هم فرق دارن و این کسی این که مثل الینبرگر در واقع اینا رو یکی میگیرن اینجا رو باید پاسخ بدن دیگه، چون پردیکتبیلیتی به این معنیه که من بتونم یک نظمی رو متوجه در واقع تک تک قدمهاش بشم و بتونم مدل سازیش بکنم. بله، کیاس جلوی مدل سازی رو میگیره چون در هر قدم داره اتفاق عجیبی میفته، ولی دترمینیزم تو کیاس هم هست هنوز. یعنی سیستم کیاتیک نان دترمینیستیک نیست به این معنی که ما حتی ندونیم چه نیروهایی تاثیر گذارن. یعنی کیاتیسیزم به اعتقاد نویسنده آنپردیکتبل هست، غیر قابل پیش بینی هست و بر منکرش لعنت، ولی دترمینیستیکه همچنان، یعنی تعین پذیره، میشه در مورد نظم درونیش صحبت کرد، قوانینش رو شناخت. باز یه خورده بهتر بتونیم دترمینیزم و پردیکتیبیلیتی رو مقایسه کنیم، میشه با فلسفه مقایسه کرد. ما تو فلسفه انتولوژی داریم، هستی شناسی. هستی شناسی در مورد اینکه چه چیزی وجود داره، درخت هست، جهان هست، من انسان هستم، نمیدونم در مورد خداوند میشه صحبت کرد. اینا یعنی چیزهایی که هستن، چیزهایی که رخ میدن، و من در مورد نظم اینها صحبت میکنم. قانون نیوتن انتولوژیه، یعنی میگه جهان اینجوریه، F مساوی ما. ولی پردیکتبیلیتی در واقع در مورد اپیستمولوژی، یعنی که من انسان میتونم کجاشو دقیق بفهمم، و زیر مجموعه‌ای از دترمینیزم هست. ممکنه شما سیستم دترمینیستیکی داشته باشی که قوانین داره، خیلی خر تو خر نیست، کاملا نظمی بر او حاکمه، اما به دلیل فقر نظریت، به دلیل رفتار پیچیده سیستم نتونی پیش بینیش کنی. اعتقاد نویسنده اینه که سیستم کیاتیک که در واقع توسط اون فلاسفه پیرن عثمون شده که این میتونه مولد فری ویل باشه، سیستم کیاتیک مولد فری ویل نیست، چون پردیکتبل نیست، قبول، ولی دترمینیستیک هست. و حالا دیگه در پرتم تراخ ترین تعبیر میشه گفت که chaotic systems deterministically unpredictable، یعنی به طور تعیون پذیری غیر قابل پیش بینی. ما نظمشون رو میفهمیم ولی خب نمیتونیم در مورد آیندهش در واقع تصمیم بگیریم. و مثال ها فراوانه، مثل شبیه چیزی که دکتر ابوالقاسمی گفتن در مورد آنتی سوشال، در مورد سریال کیلر، در واقع اون چیزی که ما در واقع مثلا سال 1950 یا 60 ممکن بوده که احساس کنیم که این قاتل مثلا اراده آزاد داره. چرا؟ چون مثلا هیچ چیزی در مورد ژن آنتی سوشال نشنیده بودیم، در حالی که بعدن که اینو مثلا میشنویم که آنتی سوشال بودن قابل پیش بینیه، یعنی در واقع چیزی وجود داره در سیستم که باعث میشه او اینطور رفتار بکنه، با اینکه اقدامات او احساس فری ویل رو به خودش شاید بده یا به پلیس بده، ولی در واقع این سیستم فری ویلی در خودش نداره و اون بخشی که احساس کاذب فری ویل رو در واقع میداده unpredictable بودنش بوده. حالا اگه ما بتونیم predict بکنیم، بگیم دقیقا از توی مدرسه این 20 نفر 20 سال بعد قاتل میشن و بشن، این فریویله دیگه اصلا کنار میره. بله، ما علمش رو نداریم الان در مورد داشتن اون علمه، حرف حقوقی و غیره زیاده، ولی حداقل میشه گفتش که کارهایی که آدم ها میکنن non-deterministic نیست، یعنی بر اساس یک نظمی از عملیات و احساس و هیجان و عقده و فلان و حالا هر چیزی که میدونیم و نمیدونیم پیش
میاد و پیش میره، مثل هر چیز دیگه در طبیعت. ما در مورد این اطلاعات نداریم، یعنی unpredictable، و ما unpredictable رو عادت داریم با non-deterministic اشتباه بگیریم. اشتباه دوم هم که سریع بگم، در واقع وقتمون تمام بشه لکچر رو تمام بکنم، بحث causeless fire هست. در واقع به اعتقاد نویسنده صفصته دوم مدافعان فری ویل اینه که اینکه دو تا شرط اولیه متفاوت میتونن کانورج کنن، همگرا بشن به یک شرایط نهایی یکسان، نشون میده اون وسط ممکنه که فری ویلی رخ داده باشه. ما فرض کنید که از استعاره کاراگاه استفاده کنیم. من به عنوان کاراگاه میرم سر صحنه جرم و میخوام از اون چیزی که رخ داده برسم به اینکه قاتل کی بوده. کسی شک نداره که اتفاقاتی که اونجا رخ داده دترمینیستیکه، یعنی یه کسی اومده عصبانیتی رخ داده، نمیدونم صدا رفته بالا، یکی تفنگ داشته، تق، همه اینا رگباری رویدادهاییه که رخ داده. اما آیا کاراگاه لزوما میتونه با دیدن مثلا یه رد خون و یه نمیدونم حالت قتاله قاتل رو شناسایی کنه؟ شاید شرلوک هولمز و پوارو بتونن، ولی هر کسی احتمالا نمیتونه. آیا این فقر پیشبینی رو ما به نان دترمینیستیک بودن رفت باید بدیم؟ قطعا نه. کاراگاه ها در واقع شاید نتونن بفهمن قاتل کیه، ولی این به این معنی نیست که قاتلی وجود نداره و همجوری هوا رفته تو هوا یکی کشته شده بدون علیت. در واقع علیت رو زیر سوال نمیبره. اون کازال چین ها، زنجیره های علیتی هنوز در کارن، هرچند ما نتونیم به دقت اینها رو ببینیم. و به اعتقاد نویسنده تنها کسی که با unpredictability مشکل داره eliminative reductionist، یعنی یک reductionist افراطی فقط ممکنه بگه نه من دوست دارم همه چیز رو بفهم، چیزی که نفهمیدم یعنی در واقع اصلا نظمی توش نبود. و حتی سایر فرم های reductionism، سایر فرم های خود منطقی تری هم احتمالاً این رو نمیگن. بنابراین در پدیده کانورجنس، همگرایی، اتفاقی که میفته اینه که به خاطر پیچیده رفتار کردن سیستم loss of information رخ داده، یعنی اطلاعات اون وسط میس شده، یه شکلا شبیه هم شدن. خیلی وقتا تو بحث آتش سوزی ما نمیتونیم بفهمیم آتش کجا شروع شده. این یعنی آتش هیچ جا شروع نشده؟ نه، آتش حتما یه جا شروع شده، ولی من نمیتونم بفهمم. برای این بار دیگه در بررسی گذشته هم میتونیم بفهمیم که آن پردیکتبیلیتی، عدم توانایی ما در فهم آینده و گذشته، ارتباط معناداری با در واقع دترمینیستیک بودن یا نبودن سیستم نداره. و اینکه کسانی مثل الینبرگر در واقع سیستم های کیاتیک رو، سیستم های آنپردیکتبل از جنس آشور رو به عنوان پیرن عثمون مطرح بکنن که از این ناندترمینیستیک بودن یا غیر در واقع منظم بودن درونی بکشن بیرون و بگن آها ببین اونجایی که تد باندی آدم کشته اون لحظه تصمیم گرفته، یعنی یهو مختار شده و گفته خب اینو با میل و اراده قلبی خودم بکشم، کاملا بر صحنه آگاهم و این کار انجام میدم. و اونو ما دیگه نمیتونیم توسط نیروهای سایکولوژیک و دترمینیستیک در واقع بفهمیم. بنابراین هر دو استدلال مشکل داره و دور برمیگرد سر خونه اول که کیاس با اینکه نظریه خیلی جذابیه، با اینکه در واقع تم آنپردیکتبیلیتی خیلی جذابی داره، اما به معنای دترمینیستیک نبودن سیستم ها نیست و همچنان نمیشه فری ویل رو ازش بیرون کشید.